شنوندگان گرامی برنامه چهره‌ها و گفتار میشنوید از رادیو صدای ایران. چند لحظه دیگر با آقای دکتر عباس میلانی گفتگو آغاز خواهیم کرد، استاد علوم سیاسی و اداب. جناب آقای دکتر میلانی، شب شما خوش. شب شما و شنوندگان عزیزتون خوب و خوش و با سلامت. آقای دکتر میلانی، خیلی ممنون. اگر به یاد داشته باشین چند هفته پیش در گفتگوی از برخی از اسناد فرمودین که آمریکایی‌ها پرسشنامه‌ای فرستادن برای خمینی و اطرافیانش پیش از پیروزی انقلاب در پاریس که اونها این پرسشنامه‌ها رو پر کنن. میشه در این مورد توضیح بیشتری بدید و اگه سند دیگری هم هست؟ این سند خود این در مورد این دوران همونطوری که عرض کردم الان مجموعه براستی عجیب و عظیمی از این اسناد در اومده و اگر به اینها مراجعه بکنیم الان خیلی از مسائل رو دیگه به روشنی میشه استنباط کرد، میشه دید، حتی واقعا میشه مثلا روحیات شاه رو به طور بیش و کم روزانه با دقت ترسیم کرد. در این که اینا گزارش میکنن، سالیوان میره، پارسونز میره، شاه رو میبینه. یکی از نکاتی که توی این اسناد خیلی مهم هست به گمان من و خیلی قابل انکاره، یکی این است که برخلاف تمام این ادعاهایی که الان آقایون در ایران میکنن و به اصطلاح هر نوع صحبتی از آمریکا رو عین کفر میدونن، اینها در ماه‌های قبل از انقلاب نه تنها با آمریکا تماس داشتن، بلکه همونطوری که شما گفتید بر اساس برخی از این اسناد مبتکر این تماس شدن. مشخصا شخص آقای خمینی در پاریس مبتکر تماس با آمریکا میشه و آمریکایی ها هم در اونجا باش تماس داشتن و هم در ایران با طرفدارانش. نکته دوم که حالا اسنادش رو بعضی از این اسنادش رو اینش رو براتون میخونم، نکته دوم نقش بسیار بسیار کلیدی آمریکاست در متقاعد کردن اینکه ارتش بشینه و با نمایندگان آیت الله خمینی مذاکره بکنه و به یک به اصطلاح تفاهمی برسن. تردیدی دیگه در این نیست که سفارت آمریکا، آقای هویزر و آقای جنرال گس که رئیس به اصطلاح آرمی مش، رئیس مستشاری آمریکا در سفارت ایران بود، در این کار نقش فعال داشتن، بارها و بارها هم با سران ارتش دیدار کردن، هم ترتیب ملاقات سران ارتش با طرفدارای آقای خمینی رو دادن و به تصریح به ارتشی ها گفتن که شما با اینها کنار بیاید. یعنی به نظر من تردیدی در این نیست. البته این رو بگم، این دوباره این کارهایی است که اینها در دسامبر و ژانویه میکنن. یعنی به نظر من تا 30 اکتبر و حدود اواسط نوامبر آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها هنوز مطمئن نبودن که شاه نمیتونه بمونه. نوامبر 78 منظورت؟ دقیقا. یعنی من براتون این اون نامه و نخست وزیر رو خوندم. ما الان دیگه به دقت میتونیم بگیم در چه روزی حتی اینها تصمیم گرفتن که انگلیس ها در 3 اکتبر 78 نامه، الان من این نامه جلومه سر فصل به اصطلاح چیزش نوشته نمبر 10 داونینگ استریت، گوشه دست چپش نوشته The Prime Minister، بعد مذارم خانمشته The Private Secretary،
و میگه که نامه از پرایم منیستره، میگه پرایم منیستر گزارش شما رو خونده و به این نتیجه رسیده که بر اساس اون چه که نوشته شده شاه دیگه بخت بقا نداره، به گمان من زمان آن رسیده که آقای دکتر اوون که اون وقت وزیر امور خارجه بود شروع به از نو بیمه خریدن، ری انشورینگ این عبارتشه، یعنی یه بیمه جدیدی بخرند، یعنی با اپوزیسیون به عنوان بیمه علیه شاه وارد مذاکره بشن، که دقیقا هم همین کارو میکنن. نخست وزیر انگلیس اون موقع کی بود آقای دکتر؟ آقای کلهم، که خانوم مارگرت تچر داشت علیهش فعالیت میکرد و میدونیم که مارگرت تچر میبره. اسناد بسیار جالبی هم در مورد خانم تچر هست که یه تیکایشو قبلا خوندم که چطور وعده به شاه میدن، که خانم تچر وعده به شاه میده که بیان شاه در انگلستان مستقر بشن، شاه هم وعده میکنه که من میام فقط با خانوادم میام، تضمین میکنم که تا یک سال هیچ تماس سیاسی نگیرم، از خونه حتی زیاد خارج نشم، و اینها با این شرایط حتی نمیپذیرن، برای اینکه به این نتیجه میرسن که منافع مالیشون به خطر میفته. دوباره یکی دیگه از در واقع رگه هایی که تو این اسناد هست دقت اینها در تعیین منافع مالیشونه. دقیقا نخست وزیر بعد از این تصمیم وقتی که متوجه میشن دیگه شاه رو نمیتونن از اشتفا بکنن، فوری دستور میده که یک ارزیابی بکنن از منافع انگلستان در ایران، میزان سرمایه گذاری ها، میزان سرمایه ها در بانک ها، میزان قرارداد ها، و تخمین بزنن که اگر اوضاع به هم بخوره تا چه حد به اونها ضرر وارد میشه. یعنی تو واقعا تو شاری آخرش رو محاسبه کردن و این گزارش ها هست، یعنی الان میشه این گزارش رو دید. و این گزارش مربوط به تماس اینها نکته دیگری رو هم که دوباره ما در توی این اسناد میبینیم، واقعا از اکتبر تا ژانویه این هست که چقدر آمریکا به خصوص و شاه نه با قاطعیت به اندازه آمریکا سعی کردن که یک دولت ائتلافی جبهه ملی رو سر کار بیارن و جبهه ملی حاضر نشد. و واقعا این اسناد حداقل برای من نکات شگفت‌انگیزی رو روشن میکنه که سیاست کسی مثل سنجابی به خصوص در این زمان چی بود، و نشون میده که درایت و شجاعت کسانی مثل دکتر صدیقی و شاپور بختیار چی بود که متوجه بودن. و نکته دیگری که دوباره در خیلی از این اسناد هست درایت و شجاعت آیت الله شریعت مداری است که دائم از در پشت پرده سعی میکنه که هم به شاه قوت قلب بده، سعی میکنه که خطر آمدن این رادیکالیزم رو گوشزد بکنه و کمک بکنه که یک ائتلافی ایجاد بشه، یک دولت ائتلافی ایجاد بشه. و وقتی که دیگه میرن اینا طرف مجبور میشن دولت نظامی رو بیارن، او هم ناچار میشه که با گلپایگانی و قومی و دو نفر دیگه یک اعلامیه مشترکی میدن. خیلی این اسناد دوباره چند تاشو میخونم، خیلی واقعا جالبه، نشون میده که چقدر این سیاست های غلط جبهه و
سیاست‌های پر تناقض شاه که این روحانیون به اصطلاح میانه رو مثل آیت الله شریعت مداری رو در یک امپاسی قرار میده. یعنی واقعا آدم آشکارا میتونه ببینه که اینها رو حل میدن به دامن این نوع رادیکالیسم. یعنی حتی در مواردی آیت الله شریعت مداری به صراحت میگه که شما سیاست های انتخاب میکنید که ما کاری جز حمایت از این آقای خمینی نداریم و من میدونم که این بیاد چه میاره بر سر مملکت، ولی شما یک سیاست هایی رو اتخاذ میکنید، کارایی میکنید که شرطی برای امکانی برای ما باقی نمیذاره. گزارش های خیلی جالبی هم هست در مورد نظرات شریف مامی مثلا، که شریف مامی گمانش تو این شرایط چی بود، برنامه‌اش چی بود. بله، که میشه مأخذ گزارش هم بفرمایید؟ بله، هر کدوم از اینا رو الان عرض میکنم. یکی این مثلا گزارشیست که بذارید اول این تیکه های از این گزارش رو فکر میکنم خوندم براتون، ولی این گزارش به اصطلاح از PRO Public Record Office، این این تاریخ سند هست 20 ژانویه 79، شماره مأخذش هست PREM-16-21-31. PREM یعنی دفتر نخست‌وزیر، اینا اسناد مربوط به دفتر نخست‌وزیر هستن، نخست‌وزیر انگلیس. بله، بعد این گزارشی است که از طرف سفارت آمریکا در واشنگتن به سفیر ایران آمریکا انگلستان در تهران و به دفتر نخست وزیر ارسال میشه در 20 ژانویه. میگه که ما در پایان دیدارمون، این دیدارم توضیحاً عرض می‌کنم توی سند دیگری، جلسه مشترکی آمریکا و انگلیس در واشنگتن می‌گذارن، وزرای امور خارجه و دفاع و برژنسکی و اینها در اون جلسه شرکت داشتن برای تعیین یک سیاست مشترک در مورد ایران. این حالا بعد از اون جلسه است. میگه که در پایان جلسه آقای نوسام، که نوسام معاون وزیر امور خارجه بود در اون زمان و از قضا کسی است که وقتی که شاه رو به بیمارستان نیویورک میارن برای معالجه، برای اینکه مسئله به اصطلاح خودشون شاید پنهان بمونه و مطبوعات و خبردار نشن، او رو شاه رو به زیر عنوان آقای نوسام ثبت میکنن. یعنی اسم شاه در اون سیاهه بیمارستان نیست، اسم آقای نوسام هست و خیلی ها فکر میکنن که همینجوری که دوتا از کسانی که در این مورد نوشتن گفتن اصلا معلوم نیست نوسام کی بود و اینا، همینجوری در آوردن. ولی نوسام دقیقا ما میدونیم که گفته بود به اسم من بذارید که شاید از این طریق بشه کمی مسئله مخفیانه تر کرد. یه نوسام از من خواست که چند دقیقه بیشتر بمونم و گفت که میخواد با من صحبت بکنه و نمیخواد شخص دیگری حاضر باشه و نوت از مذاکرات ما بگیره، ولی گفت که میخواد که این نکات رو با ما و دولت ما در میان بگذاره. گفت که دولت آمریکا نسبت به خمینی شک و تردیدهای جدی داره، grave misgiving این عبارتشه، ولی به گمان آمریکا شاه و خمینی بیش از هر چیز
یک رهبر اسلامی است و نه یک آلت دست کمونیستی. از دوستان پرسیدم که آیا آمریکایی‌ها در مورد تماس‌هایی که خمینی در پاریس با کمونیست‌ها داره اطلاعی دارن یا نه. نوسوم جواب داد که یعنی شاه جواب داد. نوسوم جواب داد. سفیر انگلیس از اون پرسی که آیا آمریکا در مورد تماس‌های خمینی با کمونیست‌ها در پاریس اطلاعی داره یا نه. آقای نوسوم جواب داد که به گمانش تماس‌های مرموزانه و خطرناکی وجود نداره. بدون شک دوروبر خمینی بسیاری رادیکال‌ها و تیپ‌های جهان سومی پرسه می‌زنند. نوسوم اضافه کرد که دولت فرانسه اخیراً شواهد قوی در مورد ابعاد نفوذ چپی‌ها در دوروبر خمینی در اختیار آمریکا قرار داد. خمینی اینجاست که اون دفعه شما بهش اشاره می‌کردید. خمینی چند هفته پیش، یعنی در حداقل در نوامبر یا دسامبر دیگه، خمینی چند هفته پیش به ابتکار خودش تماس‌های رو با آمریکا آغاز کرده. این عبارت انگلیسیشو میخونم. خمینی had on his own initiative opened up connections with the US some weeks ago. یعنی فکر ابتکار خودش بوده. بله، یعنی به ابتکار خودش با آمریکایی‌ها تماس برقرار کرد. جواب‌هایی که او به پرسش‌های آمریکایی‌ها داد دقیقاً از مقوله جواب‌های یک رهبر ناسیونالیستی جهان سومی، کسی مانند بومدیان در الجزیره. نوسوم البته تأکید کرد که شاید خمینی داره به آمریکایی‌ها اون چیزهایی رو میگه که فکر میکنه آمریکایی‌ها میخوان از او بشنون، ولی در این حال نوسوم معتقد بود که خمینی آدم صادقی است. thought him genuine. آمریکایی‌ها در این حال از کانال‌های متعدد خودشون با خمینی برای این استفاده میکنن که به او القا بکنن که زود به ایران بر نگرده. به او بارها تذکر داده شده که بازگشت زود هنگامش چه بسا که به یک کودتای نظامی بیانجامه و حتی ممکنه به یک جنگ داخلی منتهی بشه که برنده نهایی در اون جنگ کمونیست ها خواهند بود. نوسوم معتقده که خمینی به هیچ وجه نمیخواد که در ایران کمونیست‌ها برنده بشن. آمریکایی‌ها البته نوسوم در این حال تذکر داد که مهمه که ما هرگز رسما اعلام نکنیم که در شرایط فعلی خمینی بهتر بر نگرده. نوسوم ادامه داد که گمان داشت هرچی بیشتر خمینی بتونه در پاریس نگه داشته بشه، امکان این که بختیار بتونه یک دولت مندگاری رو سر کار نگه داره بیشتر میاد. البته او معتقد بود که بختیار شانس چندانی برای موندن نداره. این سند دوم، این هم از همون پرونده اصطلاح دفتر نخست وزیر، این تاریخش 31 اکتبر 1978. این تحلیل آقای پارسونز است از وضعیت ایران بعد از دیدارش با شاه.
میگه امروز صبح تاریخش چنده آقای دکتر؟ یا یک ده هفتاد و هشت یا یک ده هفتاد و هشت یعنی یک اکتبر هفتاد و هشت دقیقا سه ماه و نیم قبل از انقلاب سالیوان و من امروز با شاه دیدار کردیم. او ما هر دو روز قبل دو روز قبل 29 اکتبر با نخست وزیر هم دیدار کردیم. ما نخست وزیر رو در حالت سخت دلزده و روحیه باخته پیدا کردیم و به نظرمون اومد که دیگه فکر تازه‌ای، فکر ارزشمندی برای به دست گرفتن مجدد ابتکار عمل نداره. البته در شرایط فعلی تنها کاری که تونسته انجام بده این است که وزیر دادگستری و وزیر مشاورش رو عوض کرده و در این حال برخی از سران ساواک رو هم از کار برکنار کرده. شاه گفت که باید فوراً کاری انجام بدیم. شاه گفت که ما مثل برف هر روز داریم آب میشیم. We are melting away daily like snow. شرایط رو باید قبل از محرم تحت کنترل قرار داد. دوباره اینجا یه پرانتزی باز کنم. یه نکته ای که خیلی تو این اسناد واقعا از هر و من از شمسه تردیدی نیست درش به نظر من این است که آمریکا و انگلیس و خود شاه زمانی تصمیم میگیرن که وضع دیگه قابل اصلاح نیست و شاه موقعیتش قابل نجات نیست که کارگرها به خصوص کارگرهای نفت اعتصاب میکنن. تا قبل از اون اعتصاب ها کماکان اینها فکر میکنن میشه و از روی یه جوری درست کرد. یعنی تظاهرات خیابانی نبود که وضع رو غیر قابل نجات برای شاه و برای آمریکا و انگلیس ایجاد کرد. این رو بارها و بارها توی این اسناد میشه دید. توی کتاب خاطرات ملکه دقیقا همین هست که میگن ایشون هم میگن وقتی که کارگرها پیوستن به نظر رسید شاه چندین بار میگه وقتی که خبر میاد که شرکت نفت کارگراش اعتصاب کردن شاه میگه دیگه چیزی نیست. به همین خاطر میدونید در ارزیابی اوضاع و اینکه چه چیزی رژیم رو اون زمان متزلزل کرد و به گمان من چه چیزی این رژیم رو به راحتی میتونه متزلزل ترش بکنه دقیقا این اعتصاب ها هستن که اون زمان اتفاق افتاد. میگه شاه به این نتیجه رسیده که شریف امامی دیگه نمیتونه اوضاع رو آروم بکنه. البته شاه میگفت که اون آدم خوبیست، تمام تلاشش رو انجام داد ولی دیگه چیزی در چنته واقعی نداره. به علاوه همه گروه های اپوزیسیون از همکاری با اون سر باز دادن و علتشون هم این است که کابینه شریف امامی بیش از اندازه با رژیم نزدیک تلقی میشه. در خلوت هم شریف امامی بارها در خلوت هم شریعت مداری بارها توضیح داده که به دلایل مشابه او نمیتونه به طور آشکارا از شریف امامی دفاع بکنه. خیلی نکته به نظر من جالبی است. یکی دو جای دیگه شریف امامی میگه که رفته قم و با برخی از این آقایون آیت الله ها دیدار کرده و اونها هم بهش گفتن که ما به طور علنی نمیتونیم دفاع بکنیم ولی دلمونم میخواد که به هر حال یه جوری شما کارتون روبرا بشه. و دوباره هم به لحاظ اینکه نیروهای میانی و جبهه حاضر نشدن با شریف امامی کار کنن، البته به نظر من انتخاب شریف امامی به عنوان کابینه نجات ملی
بدترین انتخاب متصور بود. به نظر من خیلی سخت میشد تصور کرد که جبهه ملی مثلا بتونه به طور معقول بیاد یا هر کس دیگری بیاد با شریف مانی که به هر حال رئیس بنیاد بوده، رئیس سنا بوده، تمام این کازینوهایی رو که بسته خودش را انداخته، به درست یا به غلط به آقای 5% معروف بوده، به درست یا به غلط به عنوان رهبر لوژ فراماسونری متهم بوده. و می‌دونید تنها چیزی که در واقع مزیتی که داشت این است که از یه خانواده روحانی می آمد و مزیت دومش این بود که با برخی از سران جبهه ملی به طور مشخص با خانواده عظیمی ها وصلت داشت. زنش خواهر دکتر عظیمی بود، معظمی های دکتر معظمی مذارم خواهم خواهر دکتر معظمی بود و امید این بود که اون سابقه مذهبیش و این تلاش‌هاش شاید بتونه کمک بکنه که این یه دولت ائتلاف ملی بتونه ایجاد بکنه. ولی خب واقعا شگفت‌انگیزه که شاه در اون شرایط فکر میکنه که او میتونه این کار رو بکنه. البته من فکر میکنم مسئله رابطش با روحانیون و رابطش با خانواده دکتر معظمی و سر برخی از طرفداران جبهه ثانوی است. گمان من این است که دلیل اصلی انتخابش ریشه در این واقعیت داشت که شاه اساساً مسئله رو یک توطئه آمریکا و انگلیس می‌دونست. یعنی فکر می‌کرد که این تحولات، این تظاهرات، و به تصریح هم میگه، تو خاطراتش هم میگه، توی پاسخ تاریخ میگه، تو مصاحبهش با فراست میگه، میگه اینها همه بامبولایی بود که اینها به خاطر مسئله نفت و به خاطر استقلال من سر ما در آوردن. به همین خاطر وقتی که ریشه رو توطئه آمریکا و انگلیس میدونست، راه حلش هم آوردن کسانی میدونست که آمریکایی یا انگلیسی بودن یا به گمانش مورد حمایت آمریکا و انگلیس بودن. به همین خاطر مثلا اظهاری رو به جای اویسی میاره برای اینکه سفیر آمریکا و سفیر انگلیس بهش میگن که اویسی در شرایط فعلی مناسب نیست. آموزگار رو میاره به گمان سالیوان میگه آموزگار رو میاره به این دلیل که فکر میکنه که آمریکا دیگه هویدا رو نمیخواد و اون تصمیم گرفت، شاه تصمیم گرفت برای اینکه ما کمتر ازش انتقاد بکنیم کسی رو بیاره که فکر میکرد با ما نزدیک تره. این رو سالیوان میگه؟ بله سالیوان میگه که من آمدم به ایران، البته خودشم میگه که من نفهمیدم چرا منو فرستادن ایران، چون هیچی در مورد ایران نمیدونه سالیوان، اصلا در خاورمیانه خدمت نکرده بود، فارسی بلد نبود، تاریخ ایران رو نمیدونست. میگه من اصلا فکر کردم اشتباه شده، بعد گفتن نه بیایید. و وقتی که براش آگرمان میخوان از طریق سفارت ایران اقدام میکنن، آقای زاهدی سفیر ایران در اون وقت بوده، تحقیق در موردش میکنه، به این نتیجه میرسه که این آدم مناسب نیست، این هر جا رفته شلوغی بوده و کودتا بوده. و تو یک نامه به شاه از یکی از این گزارش های شرف ارضی، من متن نامه رو خوندم و یادداشت برداشتم، میگه که به این آگرمان ندید. شاه میگه؟ زاهدی میگه. زاهدی بهش آگرمان ندید. شاه جواب میده که نه، در شرایط فعلی تازه دولت کارتر اومده، ما نمیخواییم با این دعوا چیز بکنیم، به علاوه تو اونجا هستی، به هر حال میتونی اگر این کار چیزی میکنه، ما میتونیم از این طریق مثلا با آمریکا یه مسئله رو حل بکنیم. ولی به هر حال سالیوان میگه من اومدم ایران، تو خاطراتش میگه اومدم ایران بعد از یه مدتی یه سری جلساتی برگزار کردم با عده‌ای از اهل فن و اقتصاددان‌ها، مشاوره و مذاکره کردم در مورد وضع اقتصاد، همه در واقع به من یه چیز گفتن که این آهنگ تحول و رشد و
سیاست اقتصادی که دولت هویدا پیش گرفته، در واقع شاه پیش گرفته، چون هویدا که استقلال عملی نداشت، راه به جای نخواهد بود و مملکت داره در جهت یک بحران اقتصادی جدی حرکت میکنه. بعضی اقتصاددان ها این را میدونستن، میفهمیدن، به شاه گفته بودن، در رامسر به شاه گفتن که شما این کار رو بکنید، اگر این سیاست رو دنبال کنید بحران ایجاد خواهد شد، انقلاب ایجاد خواهد شد. به شاه اینو نگفتن، به هویدا گفتن، ولی هویدا نه مجیدی که وزیر رئیس سازمان برنامه بود، نه کسان دیگری که در اون جلسه بودن، جرات نکردن به شاه این رو به همون صراحتی که آقای مجرومان گفته بود بگن. و تا شروع میکنن حرفای اقتصاددانا رو تکرار کردن، شاه عصبانی میشه، میگه مزخرف ها چیه، میگه من نگفتم، سیاست همونه که من گفتم. و خب چیز دنبال میکنن. سالوبون میگه همه من در خلوت گفتن آقای نمیشه. آقای دکتر در ضمن 5 دقیقه وقت داریم، ببخشید. خواهش معذرت میخوام. بله خواهش میکنم. 5 دقیقه. خیلی متشکرم. بعد سالوبون میگه من جلسه بعدی که با شاه دیدار کردم خیلی آروم آهسته گفتم قربان، ما با یه سری جلساتی داشتیم با یه دهی از این افراد و اینها نظرشون این است که این وضعیت اقتصادی، این نرخ رشد به این شکل قابل دوام نیست. میگه شاه خیلی عصبانی شد، جلسه رو خیلی زود قطع کرد، تا فکر میکنم 2 هفته میگه یا 3 هفته، حتی الان این دقیق یادم نیست، ولی تا مدتی میگه دیگه به من قرار ملاقات حتی نداد، در واقع با من قهر کرد. بعد هویدا رو برکنار کرد و آموزگار رو آورد، میگه ما شنیدیم از محافل این برونور که فکر کرده حرفی که من به زدم در لفافه به این معنا بوده که ما دیگه فکر میکنیم وقت هویدا به سر رسیده و شما بهتره که او رو برداریم. میگه البته من اصلا چنین چیزی نداشتم، دستوری از دولت کارتر برای چنین مسئلهی به من داده نشده بود، مرادم هم این نبود، ولی شاه این نتیجه رو گرفته بود. یعنی چون فکر میکرد بحران رو آمریکا و انگلیس ایجاد کردن، تمام تلاشش این بود که یه جوری اینا رو راضی بکنه. آقای گلستان یه داستانی تعریف میکردن در مورد یکی از دوستانشون، حالا دارن مینویسن که چیز میشه، منم از آقای قریشی داستان شبیه به همین شنیدم که شاه کسانی که مثلا فکر میکرد با آمریکایی ها تماس دارن و یا با انگلیس ها، اینها رو میخواد و ازشون میپرسی که شما که اینا رو میشناسید بید از اینا میپرسید که خب چی میخوان، چرا اینقدر ما رو اذیت میکنم، ببینید چی میخوان. و چون مسئله به این شکل ارزیابی میکرد، خب فکر میکرد شریف امامی هم میتونه دولت ائتلاف ملی ایجاد کنه. حالا برگردیم به همین سندی که گفتم 31 اکتبر، میگه که اون چه که دولت رو چی میگه آقای دکتر الان؟ این همین آقای پارسون میگه اون چه که دولت جدید رو داره فلج میکنه، آغاز اعتصاب‌های کارگری در شرکت نفته. البته در کل کشور هم تظاهراتی ادامه داره، دانشگاه‌ها از کنترل کاملا خارجه، مدارس هم داره به دانشگاه‌ها می‌پیونده. شاه گفت که اگر اقدامات فوری انجام نشه، اگر این فرایند آب شدن مثل برف تا محرم ادامه پیدا بکنه، اون وقت یک انتخاب بسیار بسیار اساسی در مقابلش خواهد بود، یا باید از ایران بره یا باید از طریق یک حرکت خشن خونی سعی بکنه مسئله رو حل بکنه. ولی تکرار میکرد که راه حل برخورد خونین بالمعال چیزی رو حل نخواهد کرد. اینا رو پارسونز به نقل از شاه گفته. پارسونز به نقل از شاه میگه.
این رو چندین بار ساخت در این مسائل، در این چیزا جازه به خونریزی نیستم و نیستم. وقتی هم که حاضر میشه به فکر میفته که یه دولت نظامی قوی بیاره، اون وقت آمریکا و انگلیس هستن که بهش میگن که ما به هیچ وجه حاضر نیستیم که شما از طریق ارتش اوضاع رو آروم بکنید. یعنی به صراحت و به تکرار اینها بهش میگن که راه حل نظامی برای دولت آمریکا و انگلیس قابل قبول نیست و یعنی ترکیبی است از این دو عامل. میگه که شاه معتقد بود تنها راه حل باقی مونده این است که یک شخص که پرستیژ کافی داره و تماسی با رژیم نداشته در 15 سال اخیر بیاد یک دولت حداقل موقتی رو که ترکیبی از جبهه ملی و پانریستا باشه و هر گونه عضوی از دولت‌های فعلی و سابق رو در بر نگیره تشکیل بده. او میگفت که یک چنین دولتی باید هر چه زودتر زمینه رو برای انتخابات آزاد فراهم بکنه و البته مبارزه ضد فساد رو هم آغاز بکنه. شاه گفت که قدم برای این راه، رفتن در این راه، گام های اول رو برداشته و با عبدالله انتظام داره مذاکره میکنه که ببینه آیا او حاضر نخست وزیر بشه یا نه. قرار امروز رو ببینه. دکتر بله، شما این سند رو میذارم که این سند و سندهایی که مربوط به دنباله های این سند رو اگه کنار بگذاریم هفته آینده با پیش خواهیم شنید. راجب بختیار و صدیقی هم اسنادی هست نه؟ خیلی اسناد جالبی در مورد هر دوشون هست واقعا، خیلی جالبه، هم گفته های بختیار مذاکراتش با اینها و هم سرنوشت دولت تشکیل نشده دکتر صدیقی. دولت آمریکا پرسشنامه‌هایی به خمینی و اطرافیانش برای پر کردن داد، بله؟ بله، البته نکته مهم این هست که همونطوری که هفته پیش هم عرض کردم این پرسشنامه‌ها در واقع بعد از آن به اینها داده شد که خود آقای خمینی در پاریس مبتکر و پیشگام این برقراری ارتباط با آمریکا، برقراری ارتباط شدن دقیقاً. یعنی این به نظر من بسیار بسیار مهمه. اون سندی که من دفعه پیش خوندم، سند 20 ژانویه 79 که گزارشی است از طرف سفیر آمریکا در انگلستان، سفیر انگلستان در واشنگتن برای وزارت امور خارجه و برای سفیر انگلستان در تهران و این حاکی از یعنی در واقع مینوت یک جلسه بسیار خصوصی است که بین او و آقای نوسام که در واقع یکی از مهره‌های اصلی سیاست گذاری دولت کارتر در مورد ایران بود هست و اونجا اون میگه که این آقای خمینی بود که در پاریس پیشگام این تماس شد، به ابتکار اونها بود، ما یه مقداری نگران این بودیم که این دورورش کمونیست ها هستن یا نه، تحقیقاتی کردیم، از فرانسوی ها کمک گرفتیم، اونها به ما جواب هایی دادن و بعد هم دوباره این عبارت این است که گفتم 20 ژانویه است، میگه چند هفته پیش خمینی به ابتکار خودش با دولت آمریکا تماس گرفت. این عبارتش از خمینی had on his own initiative opened up connections with the US some weeks ago. و وقتی که این تماس برقرار میشه
که جزئیاتش هم هنوز کاملا روشن نیست، تمام اسنادش هنوز در نمیده متاسفانه. یکی از کارهایی که آمریکایی‌ها میکنن دقیقا این است که بپرسن که خب شما اگه اومدی سر کار میخواید چیکار کنید، و ازشون یه سری پرسشنامه میدن، هم به اینا میدن هم به طرفداران آقای خمینی، نمایندگان آقای خمینی در تهران میدن که با سفارت ایران در تهران تماس داشتن. یعنی در دوران بختیار، حالا چند تا از این سنداش هست الان همین جلوی من میتونم بخونم، در دوران بختیار نمایندگان آقای خمینی در تهران به کرات در جلسات محرمانه با سفارت آمریکا و سران ارتش ایران مذاکره میکردن برای ترتیب دادن به خونسا کردن ارتش. یعنی در همین آقایونی که الان صرف این که مثلا یک دانشگاه آمریکایی به فلان شاعر ایرانی جایزه داده یا فلان نویسنده ایرانی رو برای سخنرانی دعوت کرده یا فلان فیلمساز رو به فستیوال برای جوری بودن که مایه افتخار هر کشوری دعوت کرده به جرم جاسوسی میگیرن، همین آقایون در اون شرایط، یعنی در دسامبر 78 و ژانویه 79 به استناد صدها سند به طور پیوسته با سفارت آمریکا و با وساطت سفارت آمریکا با ارتش در تماس بودند، با حتی با بازرگان در تماس بودند، با بختیار در تماس بودند. تلاش بختیار این بود که با اینها به توافق برسه و متقاعدشون بکنه که آقای خمینی رو متقاعد بکنن که دیرتر به ایران برگرده. تمام واقعا تو این اسناد خیلی روشن میشه دید، چندین سند هست از گفتگوهای بختیار با مقامات آمریکایی یا گزارش هایی که سفارت آمریکا یا انگلیس می‌نویسه از وضعیت بختیار، از مصاحبه های مطبوعاتی بختیار. می‌بینیم که تلاش بختیار کاملا این هست که نگذاره آقای خمینی حداقل چند هفته دیگه به ایران برگرده. گمانش این بوده که در این فاصله میتونه اوضاع رو آرام بکنه و ریشه بدونه و در واقع مانع این حرکت بشه. خیلی از روحانیون طراز اول ایران هم این کار رو میخواستن بکنن، این تو روحانیون میان رو هم میخواستن دقیقا این کار رو بکنن. برخی از سران نهضت مقاوم، نهضت به اصطلاح جبهه ملی و گروه بازرگان هم در ایران که بودن با این طرح موافقت کردن. میگم واقعا این مینوت جلسهش هست که اینها موافقت میکنن که این کارو بکنن و برن و جلوی آقای خمینی رو متقاعد کنن که دیرتر بیان. تو همین سند، این سندی که عرض کردم و یه قسمتیشو خوندم، دولت آمریکا در این حال میگه که ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که به طور ضمنی و نه مستقیم با صراحت بیش از حد آقای خمینی رو متقاعد کنیم که در شرایط فعلی بازگشتش به ایران معقول نیست. میگه که دوباره این جملهش میگه که آمریکایی ها دارن از همه کانال هاشون استفاده میکنن که در ذهن خمینی نامطمئنی های ایجاد بکنن در باب حکمت بازگشت زود هنگامش به ایران. اینو کی میگه؟ اینو آقای نوسوم میگه The Americans are using the channels to Khomeini
to create uncertainty in his mind about the wisdom of an early return. میگه اونها به آقای خمینی گفتند که بازگشت زود هنگامش چه بسا که به یک کودتا بیانجامه، چه بسا که به یک جنگ داخلی بیانجامه و چه بسا که بالمعال آب به آسیاب کمونیست ها برسه. این جمله شد دوباره. They were telling him that his return could precipitate a coup and civil war which would rebound to the advantage of the communists. فرض آمریکایی‌ها ادامه پیدا می‌کنه سند میگه فرض آمریکایی‌ها این است که خمینی نمی‌خواد که کمونیست‌ها در ایران برنده بشن، ولی در این حال اونها مصر هستند که به هیچ وجه علناً سعی نکنن فشار بیارن که بازگشت خمینی رو دارن به تأخیر میدسن. میگه که نوسان در پایانش میگه که نوسان معتقد بود که هرچی خمینی بیشتر در خارج بمونه شانس بختیار برای اینکه بتونه اوضاع رو به سامان برسونه، به قول خودش putting his act together، بیشتر میشه. دوباره این دوستانی که تئوری های توطئه دارن این قسمت دوم رو هم قسمت آخر جمله رو هم به نظر من زیادشون نره. میگه این فرجام یعنی موندن بختیار به نفع مطلوب ترین فرجام خواهد بود، ولی نوسام زیاد امیدواری نداشت. یعنی دوباره این عبارت این است. نوسام said that he thought the longer Khomeini stayed away the better the chances of Bakhtiar and his government putting their act together which would be the best outcome, although he and Newsom was not optimistic. یعنی حتی در 20 ژانویه هم اینها کماکان در فکرن که آمریکایی ها در تلاشن که راهی پیدا بکنن تماس هاشون با آقای خمینی رو در این جهت استفاده بکنن که بگن فعلا بر نگرد، برای اینکه دلشون میخواد بختیار رو به عنوان بهترین بدیل موجود در اون زمان سرپا نگه دارن. ولی خب میبینیم که اینطور نشد. آقای خمینی زیر بار این حرف نرفت و از اون مهمتر وقتی که آقای بازرگان به پاریس رفت که این پیام رو از طرف این گروه و این جلسات که در تهران به وساطت سفارت آمریکا تشکیل میشد برد، به جای اینکه پیام نیا بگذار اوضاع در ایران آرام بشه، بگذار شورای سلطنت ما تشکیل بدیم، پذیرفت که نخست وزیر دولت موقت بشه. وقتی که شورای سلطنت تشکیل شد دوباره هدف شورای سلطنت و اون ترکیب عجیب سلطنت با آقای تهرانی به عنوان رئیس در واقع برای این بود که بخشی از همین تلاش بود. آمریکایی ها میخواستن یه جوری یه شورای سلطنتی باشه که مقبول اپوزیسیون باشه، حتی پذیرفته بودن که خود اپوزیسیون جبهه ترکیبش رو تعیین بکنه، به این امید که یک چنین شورای سلطنتی آمدن آقای خمینی به ایران رو به تعویق بندازه که دوباره اون فرصتی بده به بختیار که اوضاع رو جمع جور بکنه و ایران رو ببره به طرف یک دولت دموکراتیک. که می‌بینیم رئیس شورای سلطنت آقای تهرانی میاد در اونجا و اون فضاحت رو به بار میاره. آقای دکتر میلانی، این درسته که دکتر بختیار به آمریکایی‌ها پیغام داده بوده که از من حمایت نکنین کار من خرابتر میکنین؟ کاملا. در یکی از این سندها آقای بختیار، الان سعی میکنم اینش رو براتون پیدا بکنم،
بختیار در دیداری با سفارت آمریکا، با سفیر آمریکا از وضعیت خودش صحبت میکنه، از وضعیت دولتش صحبت میکنه، از ادامه اعتصاب ها شکایت میکنه، از توطئه اونچه که به قول خودش توطئه توده‌ای ها هست و ائتلافی بین توده‌ای ها و آخوندها هست برای اینکه جلوی امکان موفقیت او رو بگیرند صحبت میکنه. به بعد میگه، به صراحت میگه که من از شما خواهش میکنم از ما دفاع نکنید، برای اینکه دفاع شما هرچی بیشتر قاطع باشه بیشتر وضع ما رو، وضع دولت من رو خراب میکنه. این رو چندین بار به اینها میگه، ولی در این حال اونها واقعا تلاششون این بود، به گمان من بر اساس این اسناد حداقل تلاش آمریکایی هم بود که ببینن میشه یه راهی پیدا کرد برای اینکه بختیار رو نگه داشت. آیت الله شریعت مداری خیلی روشن بینانه این قضیه رو میتونست ببینه. ولی ببینید دوباره این اسناد میبینیم یه برنامه آمریکایی ها دارن، یه برنامه در ایران این هیئت که عرض کردم جلسه تشکیل میدن، بازرگان و نماینده آیت الله شریعت مداری و سفارت و برخی از نمایندگان جبهه این تصمیم رو میگیرن. خب بازرگان میره اون کارو میکنه، شورای سلطنت آقای تهرانی میره اون کارو میکنه، جبهه ملی اعلامیه که آقای سنجابی در پاریس صادر میکنه از همه اینها به گمان من بدتره، در این که همونطوری که میدونیم از خاطرات دیگران از جمله آقای بنی صدر در این مورد صحبت کرده، میدونیم که حتی آقای خمینی حاضر نشد باش اعلامیه مشترک صادر بکنه، از او میخواد که یک اعلامیه او صادر بکنه، اعلامیه اعتماده یک قضایی معروف که عملا تمام مواضع آقای خمینی رو میپذیره. فکر میکنم در خاطرات آقای بنی صدر هست، ولی در به قطع نمیتونم بگم، ولی یکی از این خاطرات خوندم یه چنین چیزی رو که میگه وقتی که سنجابی یه چنین متن رو به آقای خمینی داد، آقای خمینی نگاه کرد و تاش کرد و وقتی که سنجابی رفت از اتاق بیرون، خمینی رو گذاشت زیر دوشکش، گفت این هم از جبهه ملی شون، یعنی ترتیب اونها رو هم دادیم. از خاطرات رفسنجانی میفهمیم که تو همین دوران خب جبهه حزب توده هم تمام تلاشش رو میکنه که با رژیم نزدیک بشه. بارها و بارها دوباره این خاطرات به راحتی قابل دسترسی است در اینترنت، کیانوری و دیگر سران حزب توده به بهانه دادن اطلاعات امنیتی به آقایون روحانیون و بعد رژیم، قرار ملاقات با رفسنجانی میذارن، قرار ملاقات با آقای خامنه ای میذارن و میرن گزارش هایی در مورد اپوزیسیون میدن. یعنی با درایت کامل تمام این نیروهای اپوزیسیون رو به جون هم انداختن و از همشون استفاده کردن برای منافع خودشون، که برمیگردونه ما رو به همون بحث سایبر جهاد. الان دقیقا ببینیم که بعد از 30 سال خب این کار رو دارن با توانایی خیلی بیشتر و با پول بیشتر و با حق بازی بیشتر و بهتر انجام میدن. تنها تفاوتش که به نظر من تفاوت مهمی هم هست این است که ملت به گمان من دیگه ملت 1979 نیست، به نظر من یک تکون اساسی فکری در جامعه ایران اتفاق افتاده، یک انقلاب
فکری، انقلاب فکری رو واقعا در مفهوم مجازی استفاده کنم، یه تحول فکری اساسی اتفاق افتاده. مردم زیاد دیگه فریب این نوع تفکین ها و این نوع حیله ها رو نمی خورن. تفاوت دوم این است که در جبهه خودشون شکاف افتاده و همون کاری که اونها میخواستن، اون بلایی که اونها میخواستن و تونستن با موفقیت در اپوزیسیون در بیارن و از قبلش پیروزی خودشون رو متحقق بکنن، الان دامن خودشون رو گرفته و اگر اپوزیسیون درایتش رو داشته باشه میتونه ازش به نفع خودش استفاده کنه. آقای دکتر میرانی، اون سندی که سخن از ارائه پرسشنامه از سوی آمریکایی ها به خمینی و اطرافیانش میکنه، آیا گفته چه سوالایی ازشون کردن؟ بله، گفته که سوالهایی کردن در مورد اینکه برنامه حکومتشون چی هست و خلاصه ای در واقع از جوابهای اونها رو هم میگه. همونطوری که عرض کردم خمینی هم جواب داده، میگه جواب دادن، مشخص نمیکنه که شخص خمینی جواب داده یا نه، ولی میگه که هم در پاریس اینها جواب دادن و هم در تهران و میگه جوابهای دوباره جزیزم برگردم به این سند، همین دوباره این سند باز میخوام خواهش میکنم، این پرونده میگه که جوابهایی که خمینی داد اینشه، میگه یعنی جواب به نظر میاد که خودش جواب داده، میگه من اینشو میخونم، میگه خمینی به ابتکار خودش تماسهایی رو با آمریکا چند هفته پیش آغاز کرده، جواب پاسخهایی که او به پرسشنامه های آمریکایی ها داده بود خیلی به طور آشکارا از نوع پاسخهای تیپ ناسیونالیست های جهان سومی از جنس بومدیانه. نوسوم اعلام کرد که شاید خمینی با ذکر این حرف ها داره صرفا اون چیزهایی رو میگه که فکر میکنه آمریکایی ها میخوان بشنون، واقعا دقیقا هم همینطوره. ولی نوسوم ادامه داد که به نظرش آقای خمینی صادقه و در این حال آمریکایی ها دارن کانال های خودشون رو به آقای خمینی استفاده میکنن که اونو قبلا گفتم که متقاعدش کنن در شرایط فعلی برگشتن کار مناسبی نیست. یعنی ببینید موزه، من واقعا یکی از شاگردای اینترمم تو دانشگاه دانشگاه استنفورد یه مقاله نوشته، شاید هفته آینده من تیکه های از این رو اگر ازش اجازه باید بگیرم برای شنوندگان بخونم. این رفته تمام مصاحبه ها و صحبت های آیت الله خمینی در پاریس رو بررسی کرده و طبقه بندی کرده و به قول خودش نحوه تقیه ایشون رو یا به یه روایتی تقیه و خدعه رو روشن کرده. اصلا ابعاد حرفایی که در پاریس زدن دقیقا در همین مفهوم ناسیونالیست جهان سومی شگفت انگیزه. یعنی مغایرت اونچه که در این دوران گفتن با اونچه که قبلا نوشته بودن و اونچه که بعدا کردن واقعا شگفت انگیزه و در این حال با یک دقت عجیبی این حرف ها رو، یعنی این ظاهر رو، این ظاهر ناسیونالیست جهان سومی، یعنی نه حکومت ولایت فقیه، بومدین، ادای بومدین داده میگه داره در میاره، با یک انضباط فکری و زبانی
عجیبی در این دوران پاریس این مواضع رو تکرار میکنه، این حرف ها رو در مورد آینده دموکراتیک در ایران، در مورد قانون اساسی، در مورد عدم نقش روحانیون در قدرت، همه اینها. حتما آقای بنی صدر به ایشون آموخته. آقای بنی صدر میگه توی خاطراتش که من به ایشون گفتم که شما در این دوران بعضی از این حرفا رو نزنید، ولی من باور ندارم که آقای خمینی در اون دوران محتاج راهنمایی های آقای بنی صدر بود. آقای بنی صدر اتفاقا ابزار آقای خمینی قرار گرفت. وقتی که در پاریس آقای خمینی تصمیم گرفت اجازه بده بنی صدر رو قدس زاده و یزدی سخن به اصطلاح سخنگوهاش بشن، چهره بیرونی جبهش بشن، در همون دوران میدونیم که در داخل با آخونده در تماس بود، هیئت شورای انقلاب رو از اونها تشکیل داده بود. اگر در پاریس اجازه داد که اینها براش صحبت بکنن و نماینده باشن، براش ترجمه بکنن و بقیه، دقیقاً به خاطر اینه که میخواست آمریکایی‌ها رو متقاعد بکنه که تیپ بومدیانه. این آقای بنی صدر نبود که به آقای خمینی یاد میداد چی بگه، این آقای خمینی بود که از آقای بنی صدر استفاده کرد و یه چهره معمولتری از روحانیت ارائه داد. چطور شد که سفارت آمریکا در دسامبر به این نتیجه رسید که دوباره سندش هم هست، من میتونم این اون سند رو براتون بخونم هفته دیگه، فکر میکنم قبلا هم خوندم برای شنوندگان عزیزتون، سندی که میگه آقای سلیمان میگه ما قضاوتمون در مورد روحانیت غلط بود، ما حرفای شاه رو پذیرفته بودیم که میگفت اینا دموکرات نیستن، ولی روحانیت شیعه، این روحانیت شیعه چه بسا که بخوان و بتونن یک حکومت دموکراتیکی ایجاد بکنن. این حرفا رو چرا میزن؟ خب یه مقدارش به خاطر این بود که سلیمان اصلا اطلاعاتی در مورد ایران نداشت، ورودی به ایران نداشت، یعنی سلیمان هم فریب خورده. دقیقاً این سلیمان حرفای کسانی رو دور برش میشنید که از مثلا طرفدارای مذهبی جبهه یا طرفدارای خود جبهه ملی بودن. دوباره میتونم این برخی از صحبتهایی که بعضی از سران جبهه ملی میکنن به سفارت میگن که خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مصاحبه بنده بود با آقای دکتر عباس میلانی، آخرین